یک روز در یک پانتون بودیم استاد ما یک پروفیسور عرب بود بسیار آدم فامیده بود باز ما, ما سر از این چیز ازی یک روز یک محصل سر کدام چیز انتقاد کرد یک مسئله مستحب بود یا مباه بود سر از او استاد زیاد جنجال کرد این سنفی ما در داخل پانتون هستیم از شست و چند مملکت های محصلین هستند از امریکا بود سینفی های ما از اروپا بود از آسیا بود از افریقا بود از کل کشور بود ما تقریبا در اون صرف چهار نفر الله چهار نفر بودیم انشاءالله چهار نفر در دوره لسانس ما افغانی بودیم دیگه باقی از دیگه کشورهای اروپایی و امریکایی و آسیایی و افریقایی اینا بودن یک سنفی ما از پاکستان بود ای کت استادها سر بسیار مسائل جره بحث میکرد باز وقتی که همراه استادها جره بحث میکرد بعضی استادا بسیارشان قار میشدن اما امی استاد پروفیسور هم ایدم هیچ قار نشد باز برمان سوال پیدا شد که استاد دیگاه قار شدن خودت چرا هیچ هر قدر کسی نفیم سر بحث میکنن؟ چرا ایچ قار نشدی؟ بازی خنده کرد گفت من بعد دلیل میگم گفت دلیلی است که شما مردم افغانستان و مردم پاکستان مردم شبه قاره هند در مجموع گفت کمی شبه قاره هند که پاکستان و بنگلدیش و کشمیر و هند است و گفت افغانستان به یا است چون اکثر علمایشان از این منطقه درس خواندن گفتی منطقه را گفت من مقایسه کردم با مسلمان های کشورهای اسلامی و مثلا مسلمان های اروپا مسلمان های امریکا مسلمان های کشورهای عربی گفت یک فرق بین شما و بین ما هست گفتیم استاد چی فرق است ما شما کل ما مسلمان هستیم گفت نه نه خفه نشین یک فرق است چی فرق است گفت فرقی است که شما مردم افغانستان و شبه قاره هند مخروط دینتان سرچپه است گفتیم نفا میده مانا گفت مخروط دین مانای چی است که مثلا مخروط شما میبینه این قسمی مثل یک قندوار است گفت مخروط که است در رأس از این مخروط عقیده هست اول انسان مسلمان باید عقیده را یاد بگیره اول چی را یاد بگیره؟ مخروط دین کشیدیم در چی است؟ عقیده است گفت شما مردم افغانستان چی کردین؟ اول عقیده هست در اسلام عرب اروپایی امریکایی یا چی میکنن؟ گفت یا که مسلمان هستن گفت یا اول از عقیده شروع میکنن اولاد خدا چی درس میتن؟ درس عقیده میتن خوب که عقیدهش پخته شد الله را شناخت ملائکه را شناخت پیغمبرا را شناخت صحابه کرام را شناخت خوب که عقیدی ازی استوار شد و قوی شد باز برش فرایز یاد میده برش میگه بچه مالک که عقیدیت خوب شد از فرایز شروع کن ای فرز است ای فرض است ای فرز است ای فرز است ای فرز است اولی را یاد بگی بعد از که فرایز خوب فامید و مستحکم شد و عمل شروع کرد باز میگه بچه ما رو سر واجبات شروع مرحله سوم واجبات است واجبات که خلاص شد مرحله چهارمش پایین تر از و چی است؟ سنتها هست؟ سنت ها هست یعنی سه که رتبه هست اول رتبه چی هست؟ عقید دوم رتبه چی هست؟ فرایز هست سه رتبه چی هست؟ واجبات هست چهارم رتبه چی هست؟ سنت ها هست پنجم رتبه چی است مصاحبات است ششم مباحات است گفت شما گفت به خاطر از, از تو پاکستانی یا تو افغانی یا تو هندی وقتی که سوال میکنی ما به خاطر از, از خفه نمیشم که ما با شما یک فرق داریم برو مسلمان آمریکایی را کن برو مسلمان اروپایی را کن برو مسلمان عرب سل کن یا که دین یاد میگیرن اول از عقیده شروع میکنن استپ با استپ عقیدش که پخته شد در واجبات فرایز می فرایزه که فامید در واجبات واجبات که فامید سنت ها سنت را که فامید در مستحبات مستحبات که فامید در مباحات به این خاطر اگر بعد از عقیده مردم در فرایز نرسیدم نقص نمی یعنی یک نفر عقیدش بسیار خوب است خوب صد فیصد موحد است لیکن بعضی فرایز از پیشش تر شده شاید یک چند روز در دوزخ بره لیکن دائمی نمیمانه اما گفت شما مردم افغانستان چی مشکل دارین گفتم ما چی مشکل داریم؟ گفت مشکل شما این است که مخروط دیدیم چی است سرچپه است شما اول از مباحات شروع میکنید گفت شما اول از مباحات شروع میکنید باز که خداوند بسیار زور بزنین باز میین مستحبات باز که بسیار زور بزنین در سنت باز که بسیار وقت پیدا بکنین در واجبات فرایست. گو بقیده ایش بر تا نوبت نمیرسه چرا در دوزخ میره؟ عقیده را نمیفهمن از برای خدا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خوب دستیدت میفنیم که 13 سال آیات مکی نازل میشد قرآن هم عقیده درس میداد و رسول الله صلی اللہ علیه و سلم هم چی درس میداد؟ عقیده درس ولی ما 13 هفته عقیده نخوانیم از این خاطر اینی مشکل است انال اینی اصطلاحات کلید است در عقیده که ما تو این کلیدها را اگر نفهمه بسیاری اوقات انسان در نقاط بسیار دقیق که گفتم عقیده از عقد یعنی گریه گرفته شده یک گریه که کوچک خرد است باز کردن نمیتونی